درود بر شما. 23 تیر ماه 1402 خورشیدی و 14 ژوئیه 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر به موضوع ناپدید شدگان قهری در ایران میپردازیم، به چند تن از این افراد اشاره میکنیم و در قسمت دوم برنامه به آنچه مماشات غرب با جمهوری اسلامی ایران گفته میشود. پرده آخرم به روال معمول برنامه آخر برنامه. خب، برابر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ناپدید شدن قهری یعنی روبودن یا زندانی کردن مخفیانه یک شخص توسط یک سازمان دولتی یا سیاسی. از سال 2002، 21 سال پیش، برابر ماده 7 بند 2 معاهده روم که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است، سربنیز کردن جنایت علیه بشریت است که عواقب حقوقی بین المللی داره. بر طبق این اساسنامه، سربنیز کردن اشخاص به وضعیتی گفته می شود که در آن فرد توسط دولت یا سازمان سیاسی ربوده، دستگیر یا زندانی شود، در حالی که آن سازمان یا دولت از پذیرفتن دستگیری او سر باز می زند یا اطلاعی از محل زندانی بودن او ارائه نمی دهد. این جنایت علیه بشریت رو جمهوری اسلامی در سالهای 60 و 67 علیه هزاران زندانی سیاسی مرتکب شد و در تمام این 44 سال و اندی هم علیه منتقدان، مخالفان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان به کار برده، اهل فکر و فرهنگ و فعالان کارگری، فعالان مدنی، از ستار بهشتی و فرشید حکی تا فرود فولادوند، روح الله زم، غیره و غیره، حتی علیه دیگر باوران مذهبی و آیینی مثل بهائیان. تازه ترین نمونه ها زندانیانی هستند که حکومت اخیراً اونا رو در زندان یا بازداشتگاه زیر شکنجه کشت، بعد انکار کرد، دروغ گفت یا اصلاً اطلاعی از زندانی به قتل رسیده زیر شکنجه به خانواده‌اش نداد. یعنی گفت که زیر شکنجه کشته شده، ولی همین امروز به هر پایگاه خبررسانی و هر مرکز حقوق بشری که سر بزنین آنلاین از طریق اینترنت پر است از اسامی و مشخصات افرادی که جمهوری اسلامی اونا رو دزدیده یا بازداشت کرده و خبری ازشون نیست، یا تو زندان ها کشته و به دروغ چیز دیگه ای اعلام میکنه. من فقط چند نمونه اشاره میکنم. پیمان گلوانی، یک شنبه 4 تیر ماه 1402، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود در مهاباد با توسل به خشونت بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او روز چهارشنبه 14 تیر ماه به دلیل عدم هوشیاری از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بیمارستان خمینی این شهر انتقال یافت و 4 روز بعد 18 تیر 1402 جان باخت. پیکر شکنجه شده او در اواخر وقت شامگاه دوشنبه 19 تیر ماه 1402 با وجود تهدیدها و حضور مزدوران حکومت، با حضور و شرکت انبوهی از مردم در مهاباد به خاک سپرده شد. مهراب پوراکبر، دادستان مهاباد، در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی اتهام پیمان گلوانی را پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و مرگ او را ناشی از بیماری شدید اعلام کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو اطلاع داد که برخلاف ادعای دادستان مهاباد، پیمان گلوانی هیچگاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل نشد و تا زمان افت شدید هوشیاری در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه نگهداری و شکنجه می شده است. عکس های جنازه او به صورت کاملا مشخصی آثار شکنجه در نواحی مختلف بدن را نشان می دهد که دیدین. جنایت دیگری به شکل بازداشت به اتهام همکاری با احزاب کرد و کشتن زیر شکنجه در بازداشتگاه موسی اسماعیلی، اهل روستای پسوه پیران شهر و 17 اردیبهشت 1402 اداره اطلاعات بازداشت میکنه. بعد از 2 ماه پیگیری خانواده و بیخبری مطلق، شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شد که شنبه 17 تیر
پدر این شهروند به ستاد خبری اداره اطلاعات ارومیه احضار شده و ماموران امنیتی به او اعلام کردند که فرزندش در بازداشتگاه در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است. یعنی تازه اونجا بهشون میگن که موسی اسماعیلی در پیران شهر بازداشت شده، برده شده اداره اطلاعات ارومیه زیر شکنجه بعد از 2 ماه جان داده. خبر که پخش شد تو رسانه‌هاشون نوشتن موسی اسماعیلی، پر رسانه‌های جمهوری اسلامی واقعا که شرم‌آور، اینقدر که من حتی نخواستم یه تیترشو بیارم تو برنامه، که موسی اسماعیلی نوشتن در درگیری مسلحانه با ماموران کشته شد. پدرش حسن بهش گفتن که ما زدیم کشتیمش زیر شکنجه تو زندان. نه جسدشو به خانواده تحویل دادن، نه اجازه مراسم دادن. موسی اسماعیلی شهروند کرد اهل روستای پسوه پیران شهر از توابع آذربایجان غربی، 32 ساله متأهل و دارای 2 فرزند 6 ماهه و 6 ساله بود. او تا قبل از بازداشت به همراه پدر سالخوردهش به کشاورزی و دامداری در روستای پسوه مشغول بود. از روبوده شده هایی که بیش از 1 ماه که روبوده شدن، دزدیده شدن و هیچ کس هنوز ازشون اطلاعی نداره، در بلوچستان 7 تن از انتظامات، طلبه و تصویربرداران مجموعه مسجد مکی، محل سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید که توسط مزدوران امنیتی نظام بازداشت شدند، کماکان اطلاعی از اینها در دست نیست. عبدالباسط شاهوزهی، فرزند گل احمد از انتظامات مسجد مکی، گل احمد شاهوزهی از انتظامات مسجد مکی، عبدالواحد شهلیبر اگر درست بگم از انتظامات مسجد مکی، عبدالنصیر شهبخش فرزند عبدالرحیم نوه مولوی عبدالحمید، اسام شهبخش نارویی فرزند محمد رسول فیلمبردار، عدنان شهبخش 18 ساله فرزند مولوی عبدالقیوم طلبه مسجد مکی و یونس نهتانی فرزند حبیب. اینا در 45 روز گذشته در روزهای متفاوت تو کوچه خیابون جدا از هم روبوده شدن، چند تا لباس شخصی سوار ماشینشون کردن بردن. با وجود پیگیری های مکرر خانواده هاشون هیچ مرجع و محلی پاسخگو نیست که اینا کجان. حالا اتهام که هیچ کجان. باز در کردستان، در مریوان از سرنوشت و محل نگهداری آرش شریفی 32 ساله فرزند عباس اهل روستای تنگسیر ساکن مریوان علارغم گذشت 34 روز از زمان بازداشت اطلاعی در دست نیست. به گفته یک منبع مطلع به کردپا، تا کنون پیگیری های خانواده شریفی برای اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری فرزندشان بی نتیجه بوده است. روز چهارشنبه 17 خرداد آرش شریفی را بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد و اپوزیسیون حکومت ایران نیروهای امنیتی بازداشت کردند. نمونه دیگر پژمان مرادی. پژمان مرادی نمونه دیگری است از آدم دزدی حکومتی. پژمان مرادی اهل روانسر، مکانیک، متأهل، دارای یک دختر خردسال. پژمان معمولا آخر هفته ها میرفته روستای دیب از ناف، اگر من میدیدم اسمش اینجا خیلی خوب بود، دیب از ناف هست اسمش، در شهرستان سرباباد کردستان میرفته آخر هفته ها برای ماهیگیری. سرگرمی اصلیش ماهیگیری بود، روی اینستاگرامش هم آموزش ماهیگیری میداد. این روستا یکی از جاهایی است که گاهی پیشمرگه های کرد مثل خیلی روستاهای دیگه کردستان به اونجا میرن. 26 اسفند 1400 پژمان مرادی رو که طبق معمول برای ماهیگیری رفته بود اونجا میگیرن، میبرن. هیچ خبری تا امروز از اون ندادند، هیچ خبری ازش نیست. خانوادهش مثل بقیه خانواده های جوان گم کرده روز و شب ندارن. الان 15 ماهه. بیدلیل نیست که معاهده بین المللی دفاع از ناپدید شدگان قهری میگه خانواده ناپدید شدگان تا عزیزانشان پیدا نشده همه زندگیشون میشه دنبال او گشتن و به همین دلیل اونا هم قربانی جنایت حکومت ها هستند در این زمینه. از کردم پژمان در صفحه اینستاگرامش آموزش هایی درباره ماهیگیری میداد و تا قبل از اینکه بگیرنش و
تو اون تاریخ هم برای ماهیگیری به یعنی 26 اسفند 1400 برای ماهیگیری رفته بود به رودخونه ای که دیدین در حوالی شهرستان سرباباد کردستان که سپاهی ها میریزن میگیرنش. خانوادهش میگن از روزی که دیگه برنگشته همه جوری گشتن دنبالش. منابعی از داخل سپاه بهشون گفتن اطلاعات سپاه دزدیدتش، ولی نمیدونن کجاست، یعنی هیچ منبعی نمیدونه کجاست. بعد طبق کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری مسبب 20 دسامبر 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ناپدید شدن اجباری گسترده جنایت علیه بشریت است. این به خانواده های قربانیان این حق را می دهد که حقیقت ناپدید شدن عزیزان خود را مطالبه کنند. در حال حاضر کمپین بین المللی ائتلاف بین المللی علیه ناپدید شدن اجباری وظیفه اجرای کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری را بر عهده دارد. یکی از مراجعی که خانواده ها و بستگان ناپدید شدگان قهری یعنی ربوده شده ها و بازداشت شده هایی که خانواده ها ازشون بیخبر نگه داشته میشن، یکی از مراجعی که میتونن خانواده ها برای بین المللی کردن شکایتشون مخصوصا توی این وضعیت فعلی شرایط بین المللی جمهوری اسلامی بسیار مهمه، به اینا توجه کنین. برای مطرح کردن این موضوع و شکایت ها در سازمان ملل میتونین مراجعه کنین به عفو بین الملل. آدرس شبکه های اجتماعی اونجا هم نوشته شده، دارین میبینین شبکه های اجتماعی و مشخصات و ایمیل عفو بین الملل علنی هست، امیدوارم بتونین دسترسی بهش داشته باشین. خب ببینید، در لغتنامه دهخدا، همینجوری نگیم مماشات با جمهوری اسلامی، کلمه مماشات چنین معنی شده: همراهی کردن، همراهی کردن در رفتار با کسی. سوال: آیا جهان با جمهوری اسلامی مماشات میکنه یا در حال مماشاته؟ یعنی داره همراهی میکنه در رفتار با جمهوری اسلامی. جهان که میگم یعنی همه اعضای سازمان ملل، همه کشورها غیر از کره شمالی، چون در جامعه جهانی ایران و کره شمالی در بسیاری موارد همترازن. تحریم‌های صنعتی و بانکی و مالی و هسته‌ای از یک طرف، نپذیرفتن سازوکارهای بین المللی از جمله FATF یعنی پیمان‌نامه‌های مخالفت، جلوگیری از پولشویی، شفاف کردن حساب کتاب‌های مالی و عدم کمک مالی به تروریسم، کمک کردن به تروریست ها به طور کلی، اینا رو نه، یعنی در لیست سیاه FATF فقط ایران و کره شمالی. به این اعتبار عرض میکنم که منظور از جهان هر کشوری است غیر ایران و کره شمالی. آیا جهان در حال مماشات با جمهوری اسلامی است؟ بزنید سریع من مواردی رو عرض بکنم. از منطقه شروع کنیم و مهمترین کشور عربی که چگونگی روابطش با جمهوری اسلامی در تحولات خاورمیانه بسیار اثرگذاره، یعنی عربستان سعودی. رابطه عربستان و جمهوری اسلامی تقریبا هیچ وقت رابطه خوبی نبوده و گاه حتی خصمانه بوده، صمیمی که نبوده، هیچ گاهی خصمانه بوده. عربستان از حامیان جدی صدام بود در جنگ ایران و عراق. سال 63 من تیتروار میگم 4 F4 نیروی هوایی جمهوری اسلامی به حریم عربستان وارد شدن. عربستان زد هر 4 تا رو یکیشون تونست عملیاتش رو انجام بده، در واقع سالم موند. یکیشون که بمبارون مخزن آب دمام عربستان بود سال 63. دو سال بعد سال 65 عربستان کلی مواد منفجره از چمدون حاجی‌های ایرانی کشف کرد که بعد معلوم شد اصلا خود حاجی‌ها خبر نداشتند که جمهوری اسلامی برای عملیات تروریستی در عربستان مواد منفجره رو بدون اطلاع حاجی‌های بیچاره تو وسایلشون جاسازی کرده بود. یک سال بعد سال 66 تظاهرات قدس حاجی‌های ایرانی علیه اسرائیل، عربستان و آمریکا و پرچم آتش زدن و مرگ بر فلان، مرگ بر بهمان، باعث درگیری بین و با خشونت باعث درگیری بین پلیس عربستان با ایرانی‌ها شد که صدها ایرانی کشته شدند. خمینی سخنرانی کرد: اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از خدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذریم،
نمیتونیم مسئله حجاز بگذاریم. مسئله حجاز یه باب دیگری است غیر مسئله چه دیگر. میگه ما حتی اگر از فلسطین بگذاریم، به قول خودش یعنی که حتی اون ماجرای اسرائیل رو نابود بکنیم، فلان اینا رو ازش بگذاریم، نابود نکنیم، کاری با اسرائیل دیگه نداشته باشیم، با هیچ چه کاری نداشته باشیم، وسط جنگ با عراق هم هست، میگه حتی با صدام هم کاری، با عربستان، با حجاز، با قول خودش نمیتونیم کاری نداشته باشیم، اینا فلان هم بحنا. خب اینه که مرد، رفسنجانی سعی کرد روابط با عربستان رو ترمیم بکنه. تنش زدایی در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم ادامه داشت. اما سال 1390 اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی طرح ترور عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا رو داشته که عامل اصلی ترور منصور ارباب سیار یا سیار دستگیر شد در آمریکا و طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا او قرار بوده که از طریق غلامعلی شکوری افسر نیروی قدس سپاه این ترور رو با کمک کارتل گردن کلفت مواد مخدر مکزیکی لوس زتاس انجام بده. به هر حال لو رفت و باری کشته شدن صدها ایرانی در عربستان سال 94 هم تکرار شد. من دارم به قول علما کرونولوژیک عرض میکنم خدمتتون، از گذشته آمدم همینجوری میام جلو که گفتم سال 90 ماجرای لو رفتن طرح ترور عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا بود، یکی از قدرتمندترین مردان عربستان، و بعد سال 94 4 سال بعدش ماجرای کشته شدن حجاج ایرانی در اون ماجرایی که گفتن فاجعه منا و اینها اونجا تکرار شد. علت رو عربستان ازدحام حاجی های ایرانی و قاطی کردنشون خلاصه در نمیدونم یکی از مراسم حج، حالا هرچی، عده زیر دست و پا مردن. دیماه همون سال شیخ نمر آخوند مورد حمایت جمهوری اسلامی در عربستان اعدام شد. در ایران چماقدارای جمهوری اسلامی به سفارت عربستان در تهران و کنسولگریش در مشهد حمله کردند. پرچم عربستان و ساختمان کنسولگری را آتیش زدند، رابطه به کلی قطع شد. حمایت جمهوری اسلامی از انصار الله یمن علیه عربستان رسما ادامه پیدا کرد و گسترده تر شد. تریبون های حکومتی صریح تر از گذشته علیه حکومت عربستان تبلیغات کردند. در دنیای اسلام یه عده انسان‌های بی‌ارزش و نالایق و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنه، سعودی و امثال اینها. البته اینها نابود شدنی هستن، اینا ظواهر رو که نگاه کنید، این ظواهر نباید کسی رو گول بزنه، اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن. ان الباطل کان زهوقا، اینا باطلن و قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فرو افتادگی خواهند شد. همین امروز اگر که به آمارها نگاه بکنید، بیشترین درآمد سرانه اینا زهوقا، بیشترین درآمد سرانه رو در خاورمیانه دارن و جمهوری اسلامی ایران، این حکومت حق که همه رو باطل میدونه، کمترین درآمد سرانه رو برای مردمش رقم زده است در خاورمیانه. خب باری اینا رو میدونین دیگه. سال 98 به گزارش خبرگزاری رویترز، دو سال بعد از این سخنرانی که دیدیم، و به گفته دولت آمریکا جمهوری اسلامی از طریق انصار الله یمن به تأسیسات نفتی عربستان حمله کرد. نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران
23 آذر 98 در دوحه پایتخت قطر گفت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی اقدامی جنگی از سوی حکومت ایران بود، که چند روزی 50% تولید نفت عربستان رو خوابوند. بعد همین خامنه ای که با دستور او بی تردید با دستور رهبر جمهوری اسلامی این عملیات انجام شد و دو سال قبل شنیدین که چه حرفایی رو می زد، همین شخص علی شمخانی نمایندهش در شورای عالی امنیت ملیشو مأمور کرد که بره به عربستان بگه ما دوستیم. نوزدهم اسفند 1401 در پی دیدار علی شمخانی نماینده رهبر معظم و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همتای سعودیش در چین و گفتگوهای فشرده، روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی از سر گرفته شد. فروردین 1402 هم وزیر خارجه عربستان آمد ایران و سفارتخونه ها در دو کشور بازگشایی شد و نون و خرما با هم خوردن و از این حرف. روابط جمهوری اسلامی و عربستان زیر سایه چین از سر گرفته شد، لااقل در روابط دیپلماتیک که ظاهر قضیه این بود. مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی از اتحاد ایران و عربستان گفتند که معادلات منطقه را تغییر خواهد داد و به نفع جهان اسلام است. پر شد تو رسانه‌هاشون. سه ماه قبل از این ماجرا، بازگشایی ها و نون و خورم خوردن و اینا، سه ماه قبلش در آذر ماه 1401 چین و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک از ابتکار و تلاش امارات متحده عربی در ماجرای جزایر سگانه ایرانی حمایت کرده بودند. جمهوری اسلامی گفت چین روابط حسنه با همه کشورهای حوزه خلیج فارس رو میخواد، مهم نیست، توجه نکنین به این که به چشم داشتن امارات به سه جزیره ایرانی سهه گذاشته، تنب بزرگ و گوشگاه ابو موسا. چون چین امضا کرده، داشتیم برنامه مفصلی در این باره. البته سفیر جمهوری اسلامی در پکن یک نامه اعتراضی به وزارت خارجه اون کشور داد. حالا همین هفته‌ای که گذشت که الان بنده در خدمتتونم، عربستان که هیچ، روسیه هم از ادعای امارات بر جزایر سگانه حمایت کرد. یعنی دو کشوری که میگن، جمهوری اسلامی میگه اینا متحدان استراتژیک ما هستن، اینا با اینا متحد بشیم به نفع اسلام است. خب همین هفته وزیران خارجه روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان در بیانیه مشترک گفتند که از تلاش‌های امارات برای حل مسئله جزایر سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه با ایران یا دادگاه بین المللی حمایت می‌کنند. جمهوری اسلامی که میگه متحد استراتژیک روسیه است و در واقع همراه روسیه با اوکراین در حال جنگ، هیچ کدوم از کشورهای حوزه خلیج فارس در این جنگ شاید سرنوشت‌ساز برای حکومت پوتین، روسیه رو در حمله به اوکراین کمک کردن نکردن. چجوری روسیه این موضع رو در واقع علیه جمهوری اسلامی میگیره در کنار این کشورها، کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس؟ اینو تا اینجا داشته باشین. از دو هفته پیش خبر معلق شدن رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منتشر شده و کلی اخبار پیامد داشته، واکنش های پیامد داشته. به هر حال بعد اعلام شد که پلیس آگاهی فدرال آمریکا FBI داره روی این موضوع کار میکنه و آنطور که در اخبار منتشر شد، موضوع سوء استفاده احتمالی رابرت مالی از موقعیتش در پیوند با اسناد محرمانه داره تحقیق میکنه FBI. قضیه در کنگره آمریکا، یعنی در سنا و مجلس نمایندگان این کشور، طبیعتاً سر و صدا کرد، به دلیل اینکه به ویژه موضوع ایران و تو این وضعیت حساس فعلی. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا یک هفته به وزارت خارجه آمریکا مهلت داد تا دلایل معلق کردن رابرت مالی از مسئولیتش رو ارائه بده. وزارت خارجه آمریکا در مهلت مقرر که میشد یک شنبه پیش، نامه‌ای به رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا فرستاد که در واقع رک خدمتتون بگم حاوی توضیح مشخصی نبود.
وزارت خارجه آمریکا در این نامه که یک نسخه از آن به صدای آمریکا رسیده است، ضمن اشاره به تبعیت از سیاست‌های وزارت خانه از ارائه هر گونه سند یا اطلاعات بیشتر مرتبط با موضوع مجوز پرسنلی و امنیتی آقای مالی خودداری و اعلام کرد که وزارت خارجه تنها مرخصی آقای رابرت مالی را پذیرفته و به رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان اطمینان داد که در حال بررسی موضوع هستند. در ادامه این نامه آمده است که وزارت امور خارجه ضمن مهم دانستن حفظ ارتباط با مجلس نمایندگان خود را به ارائه دقیق ترین اطلاعات موجود به کنگره و مردم متعهد می داند. اما رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان در این زمینه به خبرنگار صدای آمریکا گفت این یک پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. کنگره باید دقیقا بداند که چرا مجوز امنیتی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران به حال تعلیق درآمد، سپس از سمت خود معلق شد و اکنون طبق گزارش‌های خبری موضوع توسط پلیس فدرال در حال بررسی است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به اهمیت جایگاه رابرت مالی و مأموریتش در زمینه مذاکره با جمهوری اسلامی تصریح کرد که این رخداد بسیار جدی است. من از وزارت خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده، هفته که در پیش است، یک گزارش محرمانه را درباره این موضوع دریافت کنم. هنوز مشخص نیست که دلیل معلق شدن آقای مالی از کارش چه بوده. آنچه تا الان روشن شده، لااقل به روشنی اعلام شده، این است که به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا، دولت جو بایدن با هدف آزاد کردن آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران با جمهوری اسلامی مذاکرات غیر مستقیم دارد. مذاکراتی که رابرت مالی هم در آنها فعال بود و گفته می شود که در همین زمینه بارها با ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدار داشته. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم 9 تیر ماه در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا در مورد تغییر احتمالی در رویکرد دولت بایدن در قبال ایران پس از خروج رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از وزارت خارجه، گفت که دگرگونی ایجاد نشده است. هیچ تغییری در رویکرد ثابتی که ما نسبت به ایران داریم ایجاد نشده، خواه این رویکرد درباره مقابله با جاه طلبی های هسته‌ای آنها باشد یا حمایت آنها از شبکه‌های تروریستی یا تهدید آنان برای کشتیرانی در آبهای آزاد و یا حمایت آنان از روسیه در تجاوزش به اوکراین. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی، که مدت طولانی در خدمتشون نبودیم. بسیار خوش آمدید آقای دایی به امشب صفحه آخر. آقای دایی، ماجرای رابرت مالی از کجا شروع شد؟ به چیزی متهم نیست هنوز، اما آیا کسی با این پست حساس نباید روشن شود که چرا از وظیفه‌اش معلق شده و همونطور که رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا مک‌کال تأکید میکنه که قضیه خیلی اساسه، چرا نمیگین؟ نمیدونم که آیا افسون بر اونچه من خوندم شما چیز تازه‌ای دارین. من همینجوری یه دفعه این سوال ازتون پرسیدم، ماجرای رابرت مالی چیه؟ درود به شما و بینندگان عزیز. من اطلاع بیشتری که ندارم، ولی از میزان مقاومت دولت بایدن برای دادن هر گونه اطلاع و اینکه کنگره رو در تاریکی قرار داده، من فکر میکنم مسئله مهمتر سوای محافظت یا حمایت از خود شخص رابرت مالی، پروسه مذاکرات پنهانیه که به باور من برای دولت بایدن مهمه و نمیخواد با آشکار شدن ابعاد مسئله رابرت مالی کل این داستان بلوستان هایی که پشت پرده احتمالاً هست زیر علامت سوال یا در دعوای جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره قرار بگیره. در حقیقت برای محافظت از این پروسه پنهانی به باور من این مقاومت دولت آقای باده، این حس منه. ببینین آمریکا، حالا از این موضوع بگذاریم که ضروری بود لااقل اشارش در این برنامه امشب، آمریکا میگوید که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندان آمریکایی از زندان های ایران. اینو به صراحت میگه، مذاکره غیر مستقیم البته یا غیر رسمی، اون چیزی که خودشون میگن.
خب مذاکره حالا رسمی و غیر رسمی بی امتیاز که نمیشه، اینا را هم آزاد کنه جمهوری اسلامی در برابر امتیازی که میگیره، باز گروگان میگیره، باز باید مذاکره کنن و امتیاز بدن تا اون جدید آزاد بشن. در تمام این 44 سال این تجربه بوده. سوالم اینه آیا آمریکا و اروپا از درک این واقعیت که عرض کردم عاجزن واقعا، یا اینا اصلا حساب کتابای ما چخبختیار هست؟ خلاص من از خانم واقعش نگید تو این 44 سال جمهوری اسلامی دیده با گروگانگیری میتونه از غرب باج بگیره. باج هم خیلی باج هم که داده غرب، و غرب حقیرتر واقعا شرماوره برخی از رفتارهاشون در مقابل باجدهی های که میکنن، واقعا شرماوره. شما خاطرات آقای منتظری رو بخونید ببینید اولین نمونه مشخص و آشکار این گروگانگیری و باجدهی غرب همون گروگان های آمریکایی در لبنان بودن که در ازاش دولت ریگان، دولت جمهوری خواه رونالد ریگان میمد به جمهوری اسلامی پنهانی هم قطعات یدکی هواپیما میداد، اسلحه میداد و امتیازات دیگه. و چه نامه های حقارت آمیزی می نوشتن این مسئولین آمریکایی، التماس میکردن. خب جمهوری اسلامی اینو دیده، اروپا که دیگه بدتر از آمریکا، حقیرتر از آمریکا. ولی اینها چون هزینه نمیدن آقای ولایتی برای آزادی گروگان ها، این دولت های غربی وقتی که باج میدن، این باجش در داخل آمریکا برایشون هزینه نداره، برعکس میگن ببینید ما گروگان رو آزاد کردیم. به خصوص در دوره های انتخاباتی برای دولت مردان غربی خیلی مهمه، دوره های انتخاباتی که میشه میدونن دوباره که این گروگان ها رو آزاد کنن، امتیاز بدن. خب جمهوری اسلامی هم که به هیچ کسی حساب که افکار عمومی که حساب پس نمیده، که شده یه دولت باجگیر مثل مافیاهای سیسیل، آدم ها رو میدوزه میبره ایران، در مقابلش پول میگیره. تازه پولایی هم که غرب میده به جمهوری اسلامی پول خودشه، پولای خودشه که بلوکه شده یا جاهای دیگه بوده. یعنی واقعا هزینه نمیده غرب، ولی این رفتار شرم‌آور بوده 40 و چند ساله و باز هم ادامه خواهد پیدا کرد. ببینین این نامه های تحقیر حقارت آمیز که گفتین، این منظورتون چیه؟ برای اینکه همچین خیلی عصبانی بودین، منظورتون چیه؟ کدوم نامه های ما حقارت آمیز میگی؟ یعنی برای آمریکا مایه حقارت بوده است در این التماس بوده؟ یعنی شما ببینید خاطرات آقای منتظری، اون دل نفری که با آمریکا بوده، التماس آمریکایی ها رو وقتی بیان میکنه که آقا ما که به شما اسلحه دادیم، به شما موتور هواپیما رو دادیم. ببین مشخصا بگین آقای دایی، فرصت داریم الان، دقیق و مشخص بفرمایید، من میخوام در توضیح آنچه که فرمودین دقیق و مشخص بگین که چه گذشت. نمیدونم ماجرای مکفارلن رو گویا میگین، اینجوری که الان دارین میگین، اینو توضیح بفرمایید که ما خلاصه برامون توضیح بشه که این برخورد حقارت آمیز آمریکا که گفتین منظور چیه، یعنی اینو ما باید روشن بکنیم. بفرمایید. اولا خب اینو ببینید که در افکار عمومی رونالد ریگان یک آدم مثل کابوی مثلا خودش جلوه میداد، قدر قدرت و من اینم و فلان. جمهوری اسلامی یه عده گروگان گرفته بود در لبنان، طریق حزب الله گروگان میگرفت، از غرب هم باج میگرفت در مقابلش برای آزادی اینا، من جمله چند گروگان آمریکایی. دولت اسرائیل اومد واسطه شد که آقا ما بیام به جمهوری اسلامی اسلحه هایی که مخاطبات یدکی رو بفروشیم، پولش هم استفاده میکردن برای پروژه های دیگری که سازمان سیا داشت، در مقابل گروگان ها رو آزاد میکنه. این با این شروع شد سال 64، 1364 بود مثل اینکه، درسته؟ حدودا از سال 63 شروع شد همین، یعنی صحبتاشون، ولی 64 به اوج خودش رسید و یه دفعه توسعه پیدا کرد. یه دفعه آقای ریگان خودش، ببینید این گزارش کمیسیون تاور و گزارشاتی کنگره داد، اینا دیگه چیزای رسمی نمید، صحبت خود آقای ریگانه. یه دفعه به این نتیجه رسیدن که سوای اینکه حالا چه باجی میدادن به جمهوری اسلامی، یه قطعه مثلا موتور فلان هواپیما رو که می‌خواستن می‌رفتن از تو فیلیپین گیر آورده بودن، رنگ زده بودن، به عنوان کادو یه چیز اضافه میدادن. همه این کارا رو کردن، نامه‌های قربانیفر و کنگرلو که دلال این ماجرا بودن، که التماسایی که می‌کردن که آقا شما آخه قول داده بودید مثلا شب کریسمس فلان گروگان آزاد کنید که ما خیلی منتظر بودیم، چرا نکردی؟ چرا خلف وعده کردی؟ مثلا اینا هیچ. بعد یه دفعه آقای ریگان به این نتیجه رسید که آقا در دولت ایران ما جناح خوب داریم به جناح بد. این بازی که جمهوری اسلامی 40 چند سال با غرب کرده، اولش همه دولت رونالد ریگان بود، البته تو فرانسه هم این حرفا رو می‌زدن.
به این نجی رسید که سوای مسئله دادن اسلحه و آزادی گروگان ها ما اصلا وارد مذاکره بشیم با جمهوری اسلامی، بتونیم به طور دراز مدت با هم رفیق شیم، سازش بکنیم. حالا مرد طرف معامله ما کیه؟ هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس که این اصلاح طلب و معتدله. ببینید شما تصور بکنید دیگه از این حقارت بارتر میشه آقای فلاتی، مشاور امنیت ملی خودش آقای ریگان به همراه کلونل اولیور نورس، مکفارلن رو به همراه کلونل نورس با یه سری کادو کرده تو هواپیمایی که قطعات یدکی بوده، فرستاده تهران که دیدار بکنه با مقامات ایرانی. ببینید چه خوشخیالی و من نمیدونم به فارسی، البته تو محله ما گفتن هالویی، هالو بودن چقدره که چقدر جمهوری اسلامی اینا رو بازی میداده که همه چی دادید. این اولین نمونه هم باج دادن به جمهوری اسلامی بود و هم به اصطلاح مماشات به اون معنایی که ما میگیم، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی امتیازاتی بدی روی گول خوردن، فریب خوردن، نشناسی دشمن تو. این اولین نمونهش بود که 40 چند سال ادامه داره. خب ببینید، یه اتفاق افتاد در تیر ماه، در خرداد و تیر، در آلبانی. پلیس آلبانی صبح روز پنجشنبه 8 تیر مقابل در پایگاه مجاهدین خلق در حومه تیرانا پایتخت آلبانی مستقر شد. روزنامه آلبانی دیلی نیوز به نقل از رسانه‌های محلی خبر داد که پلیس تمامی خودروهای خروجی از این اردوگاه را کنترل می‌کند. در این خبر به دلیل اقدام پلیس آلبانی اشاره نشده. پیش از این در روز 30 خرداد صدها پلیس آلبانی بر اساس دستور دفتر دادستانی ویژه این کشور برای آنچه بازرسی نامیده شد وارد این پایگاه شده بودند. به گزارش بخش آلبانیایی صدای آمریکا به نقل از اطلاعیه پلیس آلبانی، این عملیات با هدف بررسی دقیق تمام فضاهای داخلی و دفاتر انجام شد. این گزارش میگوید دستور این بازرسی‌ها به ظن وجود سازماندهی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر داده شد. در این حال بر اساس بیانیه شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین، یک نفر به نام علی مستشاری کشته شد، بیش از 100 تن نیز در اثر گاز فلفل مصدوم شدند که اینا را البته پلیس آلبانی تکذیب کرده است و پلیس آلبانی، وزارت کشور آلبانی هم گفته است که تصمیم دادگاه نتیجه مستقیم اقداماتی است که به طور مستقیم نقض توافقنامه و تعهدات گروه مجاهدین از سال 2014، 9 سال پیش که در این کشور مستقر شدند، و از زمانی است که آنها به دلیل بشردوستانه در آلبانی مستقر شدند. متاسفانه این گروه به این تعهدات پایبند نبوده و توافق را زیر پا گذاشته است. ببینید آیه دایی، من واقعا نمیدانم، نمیخوام وارد جزئیات این موضوع بشم که اونجا چه اتفاق افتاده و آیا چقدر به قول رفسنجانی راستی آزمایی بکنم، مثلا عملیات پلیس آلبانی رو به منم مربوط نیست، من فقط گزارش میدم. سوالی که برای من و بسا برای خیلی ها دیگه پیش اومده، فارغ از ماهیت و هویت مجاهدین هر چیزی، اصولا همزمانی مذاکرات غیر رسمی ایران و آمریکا در عمان، سازش با عربستان، این مسائلی که پیش آمده است و الان موضوع این برنامه هست، آیا اینا همزمان شد با حمله به اردوگاه مجاهدین در آلبانی؟ آیا محصول همین مذاکرات پشت پرده بوده است واقعا، یا تصادفاً به هر حال یک پرونده کیفری است آنچه که در آلبانی اتفاق افتاده است برای اعضای مجاهدینی که میگن که به طور غیرقانونی حمله سایبری کردند، هک کردند، فلان کردند؟ خواهش میکنم. من برداشت شخصی من اینه که اولا خب دولت آلبانی رسما گفته دلیلش این بوده که مجاهدین هک کردن نهادهای جمهوری اسلامی رو و اینا دخالت کردن که همچین کاری نشه. به باور من اگر روابط آلبانی با آمریکا، نحوه استقرار مجاهدین در اونجا که با کمک و حمایت آمریکا انجام شد و به خصوص حملات سایبری سال گذشته دولت جمهوری اسلامی به آلبانی و اینکه آمریکا اومد وسط و چقدر حمایت کرده از آلبانی،
به باور من این اقدام، یعنی محدود کردن فعالیت‌های مجاهدین در آلبانی بدون موافقت و یا حتی بدون درخواست آمریکا عملی نیست، نمیشه همچین چیزی. من بر این باورم که مذاکرات پشت پرده‌ای که مسئله هسته‌ای هم یکه، مسئله آزادی گروگان‌ها فرعه، مسئله آزادی گروگان مثل دست گرمی میمونه، حالا در کنارش مثلا اینها آزاد بشن. مسئله اصلی فوری برای آمریکا و غرب مسئله جلوگیری از آزمایش هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی. این مذاکرات پشت پرده‌ای که هست به باور من امتیازی که آمریکا برایش همیشه راحت بوده عجیب اپوزیسیون دادنه. آمریکا بعد از این هک نهادهای ریاست جمهوری در ایران، مسئولین جمهوری اسلامی حتما شکایت کردن از طریق دلالا یا خود مستقیم به آمریکا که چرا همچی چیزی شده. آمریکا هم به آلبانی گفته، آلبانی هم اقدام انجام داده. همیشه این بار اول هم نیست، همیشه هر وقت مذاکراتی بوده اول از جیب اپوزیسیونی خرجی کرده آمریکا، مفت و مجانی فکر کرده میتونه پرداخت بکنه. اصلا قرار دادن مجاهدین در لیست تروریستی در سال 1997 به اذعان و اعتراف رسمی مقامات دولت بیل کلینتون برای حسن نیت به دولت محمد خاتمی بود. بنابراین این سابقه داره و این بار هم به نظر من اتفاقی نمیتونه باشه. ببینید تو اروپا هم البته به مجاهدین اجازه راهپیمایی سالانه شونه که همجه تو پاریس جمع میشن ندادن، فکر مونم افسون بر راهپیمایی نیست، نمیدونم مثل اینکه گرد هماییه، ندادن و بعدن اعلام کردن که مجاهدین اعتراض کردن و به دولت فرانسه که پس آزادی بیان و اجتماع و اینها کوچه رو امتیاز میدین به جمهوری اسلامی، بعدا دولت فرانسه اجازه داد. اما اصولا عام اروپا ما میبینیم که خط مستقیمی رو به هیچ وجه با جمهوری اسلامی نرفته است. همین اول اجازه ندادنش بعدا اجازه دادنش میتواند باز در به دلیل برحال این باشد که به نتایج مستقیمی مثلا از یا نتایج دلخواه از مذاکرات با جمهوری اسلامی نرسیده باشن بعدا اجازه دادن. ببین من مثال میزنم، اینو عرض میکنم، اروپا میاد اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریشو که به جرم فعالیت تروریستی در اروپا 20 سال حبس گرفته در دادگاه اروپا، اینو میپذیر اروپا دستگاه قضایی و حکم قضاتش در دادگاه به مسخره گرفته بشه تا سیاست مماشات با جمهوری اسلامی پیش بره. 5 خرداد 1402 با یه زندانی بلژیکی همین اسدالله اسدی مبادله میشه، میره ایران و دست گل گردن و فلان. خب یک ماه بعد از این اتفاق، یه ماه چند روز، 11 تیر همین هفته در روز پیش، نشست شورای امنیت سازمان ملل بود و بررسی وضعیت ایران جمهوری اسلامی. 3 کشور قدرتمند اروپایی، ترویکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، اعلام کردند که مهر ماه امسال که طبق برجام قرار است تحریم‌های موشکی ایران لغو بشه، لغو نمیشه، چون ایران با تشدید فعالیت‌های هسته‌ای و استفاده از پهپاد در جنگ روسیه با اوکراین نقض برجام کرده. و این اولین بار است که همچین موضع تندی اروپا علیه برجام می‌گیره و حتی علیه جمهوری اسلامی، علیه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی. اروپا در قبال جمهوری اسلامی داره چی کار می‌کنه؟ چه چیزی رو دنبال می‌کنه آقای دایی؟ ببینید یه نکته اول در مورد خود اروپا بگم. اروپا خب همیشه سیاستش در رابطه با جمهوری اسلامی معتدل‌تر از آمریکا بوده، بیشتر طرفدار مماشات بوده، بیشتر دنبال منافع اقتصادیش بوده. تحولی که شده که بسیار بسیار مهمه، تحول بنیادین، دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در کنار روسیه در تجاوز به اوکراین، یعنی در تجاوز به اروپاست.
یه مسئله بسیار جدیه. تنها کشور دنیا که وارد جنگ اوکراین شده به نفع روسیه داره آدم کشی میکنه، پهبادهای جمهوری اسلامی و مهماتش دارن آدم میکشن در اوکراین. مسئله اوکراین یکی از مهمترین مسائل برای اروپا. بنان علارغم همه حرفایی که در مورد به درستی در مورد مماشات و نرمش اروپا هست، سر یک منسری مسائل بسیار بسیار هم براش جدیه. امنیت اروپا، مسئله نیتو، مسئله روسیه بسیار مهمه و جمهوری اسلامی خط قرمزهای جدی رو عبور کرده. یه نکته. نکته دومی که من بگم، ما همیشه بحث مماشات رو وقتی که میکنیم حد و مرزش هم واقعا باید رعایت بکنیم. فکر نکنیم تمام دنیا الان نشستن مشغول دادن امتیاز به جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک حکومت ورشکسته از نظر اقتصادی، کار شده قاچاق نفت، باجگیری، آدم ربایی و این کارا، تروریسم، قاچاق مواد مخدر. این نتیجه کاره. ولی از اون ور وقتی میگیم مماشات، اندازش رو در نظر بگیریم. ببینید مثلا دولت اوباما معروفه که بیشترین مماشات رو کرده، 8 سال ریاست جمهوری داشت. از سال جولای 2010 که آقای اوباما تحریم های کمرشکن رو امضا کرد تا ژانویه 2016، یعنی 6 سال سخت‌ترین تحریم های الهی جمهوری اسلامی اعمال شد. تازه بعد برجام هم خیلی تحریم ها مون سر جاش. بنابراین ما وقتی میگیم امتیازم میدن، فکر نکنیم این امتیازات جمهوری اسلامی رو نجات میده. طبیعتا کمک میکنه به جمهوری اسلامی و نباید انجام بشه. ولی واقعا حد مماشات رو بدونیم. فکر نکنیم هم سیاست شماغ و هویج و خیلی وقتا شماغش هم اتفاقا بیشتره. نتیجهش همین شده که جمهوری اسلامی به این ورشکستگی تبدیل شده. حکومتی که اولین ذخیره نفت و گازه تبدیل شده به دولت قاچاقچی، نفت و قاچاق کنه به چین، به ثمن بخش، به حراج بفروشه، پولش با هزار بدبختی بگیره، بره گروگان بگیره که پولش تو عراق بتونه آزاد بکنه و از این قبیل کارا. نتیجهش این شده. به این معنا نیست که جمهوری اسلامی در حال بردن و در حالی که همه غرب زانو زدن در مقابل جمهوری اسلامی. نه خیر، از جیب اپوزیسیون پرداخت میکنه، یه جاهایی هم یه حقارتهایی داره، مماشات میکنه، ولی یه خط قرمزهایی هم غرب رعایت میکنه. این تحریم ها هم تا موقعی که من و شما خواهیم بود، این تحریم ها برداشته نخواهد شد. من اینکه جمهوری اسلامی سقوط بکنه چند سال طول بکشه تا این تحریم ها برداشته بشه. و در پیوند با چین، این قاچاق نفتی هم که شما میگین در جریان سفر رئیسی، بعد از سفر رئیسی به چین، قبل از اینکه الان رفته بشه آفریقا، یا قبلش رفت چین و نشریه تحلیل بازار در ایران نوشت که مرور دستاوردهای سفر رئیسی به چین نشان میداد امکان انتقال ارز از چین به ایران به طور مستقیم وجود ندارد و تجارت و قرارداد ایران با در نظر گرفتن ملاحظات چینی‌ها در روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا علیه ایران در نهایت با روش مبادله کالا به کالا انجام خواهد شد. اون چیزی که در پیمان با عراق هم مطرح شد، یعنی پولی نمیدن به جمهوری اسلامی برعکس گذشته که دادن. البته ببینید، ما خیلی میشنویم در فضای مجازی، در روابطمون، در مقاله هایی که نوشته میشه اینجا و اونجا، در بعضی سخن هایی که گفته میشه، که اصلا غرب نمیخواد جمهوری اسلامی بره، نه آمریکا میخواد جمهوری اسلامی بره، نه اروپا. اگر چنین باشد، چرا جهان در آغاز جنبش انقلابی مهسا در سال 1401 دو پشته از جنبش حمایت کرد، انصافا کم نذاشت، اما بعد کم کم دوباره سفره مماشات پهن شد؟ بله، عرض کنم که ببینید دلیلش اینه. در اوج جنبش آقای ویلیام برنز رئیس سازمان سیای صحبت کرد که نظر غرب بود به باور من این بود که این جنبش با جنبش مردم ایران با گذشته تفاوت داره، بسیار جدیتره، یه چالش بسیار مهم علیه جمهوری اسلامیه، ولی در این حال در کوتاه مدت، خیلی کوتاه مدت، جمهوری اسلامی توان سرکوبش رو داره. یعنی اینکه غرب بر این باوره که دراز مدت جمهوری اسلامی آینده‌ای نداره، حتی میان مدت آینده‌ای نداره، مردم پیروز خواهند شد، ولی کوتاه مدت رو نمی‌بینه. بنابراین کوتاه مدت یه کارهای فوری فوتی باید به جمهوری اسلامی انجام بشه، من جمله مسئله هستی که جلوگیری بکنه از دستیابیش به سلاح هستی. بنابراین باید باهاش یک نوع مراوده یا سازش یا هر چی داشته باشه. این نظر غربه. این نکته اول. اینو باید بدونیم که بالاخره وقتی دولتی حاکمه اینو نمیتونن منزوی بکنن، تمام مسائل رو بذارن کنار، اونم در ایران که یکی از مهمترین نقاط جهانه. نکته بسیار مهم دوم اینه که ببینید
غرب و اروپا، اینا به آینده جمهوری اسلامی اطمینان نداره. ولی تا وقتی که یک نیروی جایگزینی که مورد اعتماد غرب باشه، مهمتر از همه قدرت اینو داشته باشه که بتونه با جلب حمایت کامل مردم بتونه جمهوری اسلامی رو که سرنگون میکنه در ایران آرامش رو حفظ کنه. بالاخره مهمترین منطقه سقلجشی جهان اونجا، نمیتونه غرب از بی‌ثباتی مثل اتفاقاتی که در لیبی افتاد یا در سوریه افتاد میترسه، اینم جمهوری اسلامی خرج میکنه. بنابراین تا وقتی که به این تعادل قوا به نفع آلترناتیو، به نفع نیروی جایگزین، به نفع جنبش تغییر نکنه، که به باور من میان مدت تمتع نخواهد بود، زیاد طول نخواهد کشید، غرب کماکان روابط خودش با جمهوری اسلامی رو به هر گونه پنهان غیر پنهان حفظ خواهد کرد، پلها رو خراب نخواهد کرد تا موقعی که این تعادل تغییر بکنه. در این چارچوب باید ما انتظاراتمون رو قرار بدیم که غرب بله از جنبش مردم ایران حمایت کرد، صادقانه هم حمایت کرده، باز هم حمایت خواهد کرد، ولی فعلا این حکومت سر کاره، باید مسئله هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای رو هم بهش برسه. هیچ امتیاز دراز مدتی هم به باور من غرب به جمهوری اسلامی نداده و نمیده. ما وقتی مماشات میگیم اینو در نظر داشته باشیم، امتیازات مقطعی میده که ما باید جلوش رو بگیریم. این کوتاهی ماست که نتونستیم کاری بکنیم در آمریکا و در اروپا با این نیروی عظیم ایرانیان که جلوی این کار رو بگیریم. ولی غرب رفتارش به نظر من در این چارچوب قابل تعریفه، نه که ما حمایت بکنیم. یکی همین مسئله که نیروی جایگزینی، دومی که فوری و فوتی کارهایی داره که میگه حتی اگه مثلا حکومت دو سال دیگه هم بخواد سرنگون بشه، من نمیتونم منتظر بشم که بالاخره مسئله این که آزمایش هسته‌ای بکنه یا نکنه روی میز ماست، مسئله اوکراین روی میز ماست، مسائل مهم جدی داره. که و مسئله آخرم اینه که ما یادمون نره از نظر ما ایرانیا، دنیا باید جدی در مقابل این حکومت بایسته. درست هم میگیم، حرف ما هم درسته، فقط ما مردم هم نیستیم، منافع غرب هم به خطر میندازه، ولی غرب هم کشورهای غربی آمریکا و اروپا در مقاطعی چالش‌های امنیتی استراتژیک مهمتری برای خودشون قائلن. برای آمریکا الان مسئله چین فوری و فوتی، مسئله اوکراین و روسیه، چین دراز مدت، اوکراین و روسیه کوتاه مدت. این مسئله یک چالش اصلیه و پیش خودش فکر میکنه تمام تهدیدات جمهوری اسلامی رو من میتونم کنترل بکنم، یا ضرباتش، ضررهاش و زیاناش برای من قابل تحمل تره، اینو اینطور باهاش رفتار میکنن. بنابراین اگه همه این نکات رو در نظر بگیریم، ما چارچوب مماشات رو درک کردیم و اون موقع میفهمیم که ضعف اصلی ما بوده که نتونستیم نیروی عظیم جنبشی که در اختیار ما ایرانیان خارج کشور بود اینو تبدیل به یک نیروی بالقوه بکنیم، مثل یه رودخونه که در جریانه، بله خیلی قوی و قدرتمند و زیباست، ولی تا اینو روش جلوی سد نبندی، توربین نداری، تبدیل به انرژی مفید نمیشه. این تظاهرات همه خوب بود، فعالیت رسانه خوب بود، ولی تا وقتی که نتونیم در خارج کشور سازماندهی وسیع و گسترده برای دخالت در سیاست، تأثیر روی سیاست گذاری های آمریکا و اروپا داشته باشیم، این نیروها به هدر میره. بنابراین مجموعه این که من خواستم یه وقت فکر نکنیم جمهوری اسلامی قدر قدرت و همه چی در اختیارش نخه، مسئله فقط کوتاه مدت برای غرب، امتیازات دراز مدت هم به جمهوری اسلامی نداده و نمیده. آقای دایی، آیا واقعا میشه بدل لابی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو زد؟ 100%. ببینید در اصلا ما بگیم کار فعالیت در آمریکا سیاسی، نه، هر کار سیاسی تشکیلات و سازماندهی میخواد. ببینید تشکیلات سازماندهی که هیچ کاری نمیشه که ما باید سیستم رو اینجا بشناسیم، به خصوص آمریکا که لابیگری خیلی روشنه، خیلی قانونیه. الان در کنگره هم هستن، ایرانی ها هستن، با گرایشات مختلف هستن، ولی ضعیفه، دارن لابی میکنن. ولی این جمعیت عظیم ایرانی در اروپا و آمریکا و در کانادا میتونن خیلی موثرتر باشن اگه وارد سیستم بشن، سازماندهی پیدا کنن، نحوه تماس با نمایندگان، نحوه تاثیرگذاری در مؤسسات فکری، در اندیشکده ها، در رسانه ها و قانونگذاران، همه اینها رو همونطور که سیستم، همونطور که طرفداران جمهوری اسلامی یاد گرفتن و میکنن، اگه ایرانی ها هم متعهد بشن که فراگروهی علارغم همه اختلافاتی که با احترام به همه اختلافاتی که سر این مسئله در کنار هم بتونن واقعا لابی بکنن برای حمایت از جنبش، طبیعتا میتونن خیلی خیلی کار بکنن. خب به هر حال ما الان در بین ایرانی ها داریم میبینیم که یه عده از ایرانی ها هستن که نمایندگان
در مجلس نمایندگان کشورهای مختلف هستن، در اروپا هستن، در کانادا بعضیاشون در دولت‌ها و در بخش معاونت‌های وزارتخونه‌ها پست‌های مهمی دارن، ولی خب الان ایرانی‌ها همین جایی هستن که بنده و شما نشستیم داریم حرف می‌زنیم. بله اون خب اون خیلی کمه، اون که خیلی کمه. این نمایندگان خیلی هم خوبه، خیلی هم اومدن، تعداد انگشتان دست البته کسانی که خیلی جدی اومدن وسط. و ولی من دارم صحبت از این می‌کنم که میلیون‌ها ایرانی و متوسط درآمد ایرانی ها در آمریکا به خصوص بیشتر از متوسط آمریکایی هاست. یه جمعیتی که تو همین کالیفرنیا به تنهایی میتونن نماینده کنگره رو یا سناتورها رو عوض بکنن، اینقدر قدرت دارن، اینقدر تعداد دارن، میتونن تاثیرگذار باشن. هیچ کدوم اینا نیست. تماس منسجم، تماس ارگانیک با تمام اینها، کار کردن مداوم، این نیازمند یه تشکیلات و سازماندهی و پول و عزم جدیه که این مسئله رو درک بکنن. واقعاش اینه که مثل یک کش، دقیقاً مثالی که من برای خیلی از دوستان میدنم اینه، مثل یه جایی که خوشسالیه، یه دفعه بارون سیلاسایی میاد، همه خوشحال میشن، ولی این بارون سیلاسا میاد و میره. ما این 5-6 ماه گذشته بارون سیلاسا بود، تظاهرات ایرانیان و حضور در رسانه‌ها، ولی وقتی ما نباشه، تشکیلاتی نباشه که این بارون سیلاسا رو بتونه این آبها رو کنترل بکنه، این انرژی ها رو به خدمت بگیره در داخل سیستم آمریکا، به اثری نخواهد گذاشت. آی دایی، البته در این زمینه من فقط یه نکته رو اضافه کنم که مسئله مستند کردن اسناد، مدارک، اینو خیلی مهمه و همونطور که فرمودن آی دایی، استناد به تشکیلات و اینا. آی دایی، کمتر از یه دقیقه متاسفانه وقت داریم، یه کلمه میخوام ببینم که آیا در نگاه شما روابط جمهوری اسلامی عربستان چشماندازش چقدر برای این دو کشور مثبت؟ من کوتاه مدت میبینم چالش های بسیار زیادی هست. عربستان برای پروژه های اقتصادی دراز مدتش نیاز داشته به آرامش. چین هم برای سرمایه گذاری های عظیمی که در منطقه میکنه احتیاج به آرامش داره. جمهوری اسلامی از موضع بسیار ضعیف و ذلیلانه تن داده، میلیاردها دلار در یمن خرج کرد، همش بر باد رفته. جمهوری اسلامی احتیاج داره تا بتونه به خصوص شبکه های اقتصادیشو در امارات تقویت بکنه برای قاچاق پول و اسلحه و نمیدونم هر چیزی، قاچاق نفت و غیره. من این رو زیاد دراز مدت نمیبینم، همونطور که جمهوری اسلامی رو، وجود خود جمهوری اسلامی رو دراز مدت نمیبینم. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی. ممنونم از شما. بریم پرده آخر. طراحی قصه کربلا و نهضت امام حسین اساسش برمیگرده به پیش از خلقت مادی این نظام آفرین خدای تعالی در عالم اشباح و ازنده. تمام انبیا و اوصیا رو به صف کرد، انبیا اوصیا، ما یه طرحی طراحی کردیم، دلمون میخواد این طرح تو دنیا رو، این کره خاکی بیاده بشه. این پروژه خدایی است، هر کس آمادگی داره این پروژه رو ما به مزایده میگذاریم. این ابراهیمی که تو دل آتیش حاضره بره برای خدا و جیکش در نیاد، بهش گفتن پروژه کربلا رو حاضری برداری پیادش کنی؟ گفت میشه پروژه رو ما ببینیم؟ مردش هستیم، میتونیم این پا رو برداریم؟ یک گوشه کربلا رو نشونش دادن، حضرت ابراهیم خلیل سرشون انداخت با این، گفت خدای ما یکی که نمیتون. موسا تو چطور؟ منم کلاوه هاشم. ایسا تو چطور؟ کلاوه. امام باقر فرمود تمام انبیا سرا رو پایین انداختن، گفتن ما نمیتونیم بار کربلا رو برداریم. وقت تو حدیث داره تو عالم میثاق و ذر و شبه، حسین از جا بلند شد. شب و روزگار خوش.